اگر قراره که ما توجهمون رو از بزرگسالان برداریم و تاکید بر روی کودکی بگذاریم لازمه ای اولش اینه که ما کودکی رو به درستی بشناسیم بدونیم کودکی چه مشخصاتی داره ما کجا از اون قفرت کردیم آفتهای کودکی چی هست چطوری میشه با اونا برخورد کرد اولین خصیصه ای که من در مورد کودکان میتونم ازش نام ببرم حس شگفتی است کودک به همه دنیا با شگفتی نگاه میکنه چرا ماه در آسمان هست و نمیفته پایین چرا آب بخار میشه و دیگه تو کتری آبی نمیمونه چرا مادر ریش نباید داشته باشه و پدر باید داشته باشه و چراها و چراهای دیگه براش همه چیز نو هست و میخواد درباره همه اونها بدونه من در این ده سالی که با کودکان به طور سازمانی یافته و مداوم در مدارس طبیعت کار میکنم میتونم بگم که حالا به آدم بزرگایی هم که روبرو میشم فقط میتونم به چشاشون نگاه کنم و از روز چشاشون بگم که آیا هنوز کودکی در اینا باقی مونده یا نمونده اگر چشاشون برق میزنه اگر شما چیزی نوعی میگین و میبینین که اونا یک دفعه می میپرن و میخوان بیشتر بدونن یعنی که اینا هنوز کودکن ولی برای آدمهایی که کودکی رو مدفون کردند، شما عجیبترین شگفتنگیسترین چیزهای جهان را هم که میگین با یک صورت مات به شما نگاه میکنن به قول حافظ برون نمرده به فتوای من نماز کنید کودک در فرایند رشد خودش مراحلی رو طی میکنه مراحل کودکی و بعد نوجوانی در هر کدوم از این مراحل مثل یه قطاری که در ایستگاه های مختلف وای میسه و هر ایستگاه حال هوای رو داره اون یه جوری است مثلا فرض کنین که کودک خردسالی که هنوز چهار دست پا میکنه جهان رو به یک شکل میبینه در حالی که وقتی این روی دو پا بلند میشه شکل جهان تغییر میکنه مثلا فرض کنین که وقتی چهار دست پا میکنه چیزهای دور رو محو میبینه چرا؟ برای که به چیزهای دور نیازی نداره او فقط به چیزهای نزدیک رو بدونه به محض اینکه روی دو پا بلند شد حالا چیزهای دور در چشم اون تیز و مشخص و به اصطلاح شارپ میشن ولی باز هم به دلایل سازشی وقتی کودک روی دو پا بلند شد از این بعد ممکنه که گم بشه ممکن از مادرش فاصله بگیره و اگر از مادرش فاصله میگیره باید بتونه فواصل دور رو بشناسه تا بتونه دوباره جایگاه اصلی خودش رو پیدا کنه بنابراین میبینیم که او در هر کدام از مراحل رشد کودکی خودش یک حال هوایی داره یک کودک با همه کودک های دیگه بازی میکنه تمایزی قائل نیست اما یک نوجوان فقط میتونه در گروه نوجوانی خودش در گنگ خودش در دسته خودش باشه شما نمیتونین یه تعداد نوجوان رو همینطوری کنار هم دیگه بذارین و انتظار داشته باشین که اینا یک تعامل سازنده داشته باشن بتونن کار خلاق انجام بدن اونا زمانی میتونن این کار بکنن که در گروه خودشون باشن کودک به هر بازی دست میزنه همه او بازی انجام میده نتایج بازی برای کودک مهم نیست او فرایند بازی رو دوست داره در حالی که یک نوجوان به نتیجه بازی به نتیجه هر چیزی هم می اندیشه. باید بتونه اونو به نتیجه برسونه خیلی از وقتا بچه ها شروع میکنن یه چیزی بسازن مثلا با یه جعبه چوبی یه ماشین بسازن ولی تا یه جایی میرن از اونجایی که دانش کافی ندارن تجربه کافی ندارن وسایل کافی ندارن قدرت بدنی کافی ندارن اونا در یه جای متوقف میشن دیگه نمیتونن بیشتر از اون جلو ببرن از اونجا بعد شروع میکنن به نقاشی کردن این یعنی اصلا کار بالکل عوض میشه در حالی که یک نوجوان میخواد که این رو اگر ماشین رو شروع کرده اینو تمام کمال بسازه و اونو به جای برسونه که بتونه این ماشین عمل کرد داشته باشه کودک یک موجود رقابت کننده نیست با همه بچه های دیگه بازی میکنه یک موجود سلسله مراتبی نیست یک موجود نیست که در گروه بخواد که بالاتر از دیگران قرار بگیره در حالی که نوجوان یک موجود رقابت کننده است و میخواد که در گروه خودش بدرخشه میخواد گروه او در مقایسه با گروه های دیگه برتری و رجحان داشته باشه نه تفاوت های بنیادی دارن با هم دیگه ولی آیا ما به اندازه کافی این تفاوت ها رو لحاظ میکنیم در پرورش اونها یا نمیکنیم وقتی از کودکی و نوجوانی صحبت می کنیم درسته که اینها مراحل تدریجی پشت سر همن اما همینطور که تفاوت هاشون رو برشمردم اینها یک مرزهای مشخصی هم دارن مرزهایی که کودکی رو از نوجوانی یا مراحل مختلف کودکی رو از هم متمایز میکنه مثلا وقتی که گفتم ما کودک رو تا وقتی که روی چهار دست و پا راه میره یک موجودی داریم و وقتی روی دو پا بلند میشه موجود دیگری داریم یعنی در واقع اینجا یک مرز مشخصی بین این دو وجود داره بین کودکی و نوجوانی هم همینطور هست یکی دیگه از تفاوتاشونو که بگم کودک به شدت نیاز به محیطهای طبیعی داره دلش میخواد با عناصر فعال و دینامیک طبیعت مثل باد مثل باران مثل حرکت آب مثل حیوان در تعامل باشه غرق در اونها میشه در حالی که نوجوان به ناگاه انگار که میلش رو به طبیعت از دست میده و در عوض به شدت به محیط اجتماعی علاقه دوست داره که با بدرخشه در بین گروه های همسالش دوست داره که از خودش تواناییهایی بروز بده دوست داره که با دیگران رقابت کنه پس بنابراین اینها مرزهای تا حدودی مشخص دارن نظام های تربیتی مختلف این مرزها رو به شکلهای متفاوتی طبقه بندی میکنن ولی طبقه بندی که ما در مدرسه طبیعت میکنیم طبقه بندی زیستیه یعنی ما بر اساس خصوصیات زیست شناختی موجود انسانی این طبقه بندی رو انجام میدیم و بر اساس این طبقه بندی چون که در دوازده سالگی حدود یازده دوازده سالگی خصوصیاتی که برای کودکی برشمردیم جای خودشون رو به خصوصیاتی که نوجوانان دارن میده ما عملا تا دوازده سالگی رو کودکی میدونیم و از دوازده سالگی به بالا رو تا شونزده هیفده جاهای مختلف پرق میکنه نوجوان به حساب میاریم چرا کودکی در انسان چنین طولانی است؟ میدونیم که کودکی در جانوران دیگه چندان طولانی نیست مثلا بعض از حیوانات مثل عقاب ممکنه یک کودکی طولانی تری داشته باشه یا یا پستانداران بزرگ گوشتخوار برای که بعد تکنیک های ریاد ری بگیرن در شکار و تعقیب و غیره ولی هیچ جانوری به اندازی انسان دوران کودکی بلند نداره ما پدیده در زیست شناسی داریم به نام نوتنی نوتنی یعنی ادامه خصوصیات کودکی در بزرگسالی در مورد انسان ادامه کودکی در بزرگسالی به شکل بازی به شکل کنجکاوی به شکل سرزندگی اینها ادامه پیدا میکنه مقایسه ای بکنیم با با حیوانات دیگه تا روشنتر بشه مثلا یه بچه گربه رو در نظر بگیرین بچه گربه دائم مشغول بازی است با همه چیز بازی میکنه حتی با دم خودش یا با سایه خودش ولی این بازی تا کی ادامه داره تا وقتی که مادر برای او غذا میاره و مراقبت میکنه از اون زمانی که او باید از مادر جدا بشه و خودش زندگی مستقل داشته باشه بازی ترتیل میشه او دیگه فقط باید کار جدی انجام بده او باید تعقیب و گریز بکنه اما گرچه که این تعقیب و گریز شبیه به همون تعقیب و گریز های بچگی است که خف میکنه میپره چیزی رو میگیره ولی در اینجا باید دیگه به صورت جدی باشه جنبه بازی و سرزندگی و سرخوشی نداره در مورد انسان چطور در گذشته دور کودکی در ما کوتاهتر بوده برای که زندگی ما نیاز به تجربه های متنوع نیاز به یادگیری چیزهای بسیار زیاد نداشته زندگی به یک دانسته های محدود نیازمند بوده و اون دانسته های محدود وقتی به دست می آمده دیگه کودکی کامل می شده برونوسکی توی عروج انسان یه مثال میزنه اتفاقا مثال درباره انسان ایرانی هم میزنه میگه یک بچه اشایری ایرانی در هفت سالگی کودکیش کامله چرا که پدر کفنک خودش رو دوش این میندازه چوب دستیش میده دست او و گوسفندارو رو بهش میسپاره و اون باید از گوسفندا مراقبت کنه و اگر غروب که برمیگرده یکی از گوسفندها نباشه پدر قلم پاش خورد میکنه بنابراین بازی تمام شده اون باید همه هوش و حواسش رو به کارش بده اما امروز ما هرچی به جلو می کودکی کش پیدا میکنه و ما کنجکاوی های کودکی رو در بزرگسالی ادامه میدیم اون پروفسور دانشگاه که در آزمایشگاه شیمی این ماده رو روی اون ماده میریزه و هی آزمایش میکنه و آزمایشی جدید میکنه مگر غیر از بازی چه میکنه هنوز مشغول بازی است از او کسی همین الان یک نتیجه ای نمیخواد اون برای بازیگوشی خودش برای کنجکاوی خودش برای پیشبرد اون چی که در سر داره انواع و اقسام فعالیت های بازیگوشانه رو به اصطلاح که ما اسمشو پژوهش میذاریم به پیش میبره آیا امروز نظام تربیتی ما نظام تحصیلی ما نظام آموزشی ما برای این خصوصیات بازیگوشانه کودکی که باید تا بزرگسالی ادامه پیدا کنه آیا والدین ما برای این خصوصیات کودکی ارج و قربی قائل هستند یا ما از مسیر اصلی تکاملی خودمون که باید کودکی هرچی بیشتر و هر گستردهتر گسترده تر و هرچه آزادتر تداوم پیدا کنه منحرف شدیم اون پدر مادری که به بچهشون میخوان که هر چی زودتر نمرات بالاتر بگیره مدارج بالاتر طی کنه و دست از بازی دست از یلگی دست از ولگردی دست از کارهایی که خود دوست داره برداره در واقع اینها خط انحرافی هستند اینها از مسیر تکاملی ما انگار بیرون رفتن اینها انگار درکشان از کودک و نیازهای کودک یک درک کج و شده